منطقه منطقه هاشیهی اطراف سیدنی رو تصور کنید. جای خوش آب و هوایی که آدم ها برای گذروندن دوران بازنشستگیشون میان. محله های ساکت و آروم. این زمان یک چیزی توی این محله اتفاق میافته. یک قاتل زنجیری توی منطقه میچرخیده و سراغ آسیب قشر جامعه میرفته. مردم باورشون نمی شده که امنیتشون به خطر افتاده. با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین بار چهره من رو میبینید و تازه ما رو پیدا کردید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارشم از ویدیو همون با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما لایکش بکنید چون به ما خیلی دلگرمی میده میرم سراغ پرونده امروز و همونطور که گفتم داره در سیدنی استرالیا اتفاق میفته یک منطقه هاشیهی اطراف سیدنی جایی که کوچه های بزرگ بوده خونه های بزرگ بوده و آدم ها عموما برای گذروندن دوره بازنشستگیشون میرفتن به این منطقه منطقه آروم و بیدرد سری بوده اولین کسی که قراره در موردش صحبت کنیم و به نوعی اولین جنایتی که قرار ازش حرف بزنیم مربوط میشه به یک خانم 82 ساله ای به اسم گوندولین میشل یک نکته ای رو بگم با توجه به قربانی های این پرونده و زمانی که پرونده داره اتفاق میفته تصاویر بسیار محدوده ما تلاش میکنیم که همه یه تصاویر رو جمع بکنیم اما خب تصاویر خیلی کمی از این پرونده داریم گوندولین میشل 82 ساله بوده و توی یک آپارتمان کوچیک زندگی میکرده توی همون منطقه ماسمن که راجبش صحبت کردم یک منطقه هاشیه اطراف سیدنی یک بعد از ظهری بوده رفته بوده بیرون خرید کرده بوده تنها بوده همسرش رو سالها بوده که از دست داده بوده بعد از خرید کردن داشته برمیگشته به سمت خونش و چند ساعت بعد چند تا جوون توی همون خیابون دارن رد میشن که متوجه میشن روی راه بله یک نفری افتاده زمین وقتی میرن نزدیک متوجه میشن که گوندولینه که افتاده روی زمین و دور سرش خونیه خیلی وضعیت بدی داره اما هنوز زنده است اونها میشناختنش و این خیلی براشون دردناک بوده که اون رو میدیدن به خاطر اینکه اون خیلی مهربون بوده بهشون بیسکویت میداده شیرینی میداده و الان دیده بودن که زمین خورده دور سرش خونی روی پله های ورودی یک خونه ای. دور سرش خونیه و خیلی وضعیت بدی داره سری میان داخل اون و اون ساختمونی که اونجا بوده اون آپارتمانی که اونجا بوده به دو تا خانوم میگن که چه اتفاقی افتاده و از اونها میخوان که تماس بگیرن با پلیس و اورژانس اون دو تا خانوم میان بیرون یکیشون تماس گرفته بوده با اورژانس میان بیرون و میبینن که این زن روی زمین افتاده گوئن حالش اصلا خوب نیست سعی میکنن که کمکش بکنن حالا مثلا جلوی خونریزی رو بگیرن سرش رو بیارن بالا اما انقدر واکنش تندی نشون میده انگار ترسیده بوده انگار از یک چیزی وحشت کرده بوده و نمیخواسته کسی بهش دست بزنه در نهایت نمیتونن کمکی بهش بکنن مامورای اورژانس میان اون رو میرسونن به بیمارستان اما چند ساعت بعد توی بیمارستان جونش رو از دست میده مردم فکر میکردن که گون خودش خورده زمین و به خاطر کولت سن تعادلش رو از دست داده خورده زمین به خاطر همین هم در یک عمل انسان دوستانه راه پلهی که این خورده بوده زمین رو تمیز میکنن و میشورن. از اون طرف کسی که توی بیمارستان بوده و قرار بوده گواهی فوت رو امضا بکنه بعد از اینکه نگاه میکنه به گوئن میبینه که ضربه ای که به سر این زن خورده طبیعی نیست. آدم ها وقتی که از عقب میخورن زمین عموماً خیلی ها میچرخن یعنی یک واکنش طبیعی برای اینکه ببینن کجا دارن میافتن و سعی میکنن جلوی زمین خوردنشون رو بگیرن. اما اونهایی که حالا واقعا از عقب میفتن نهایتا یک ضربه جزئی دارن اما چیزی که روی سر گوئن بوده یک ضربه جزئی نبوده به نظر می اومده که با چیزی توی سرش کوبیده شده این طرف کسی که قرار بوده گواهی فوت رو امضا بکنه اطلاع میده به پلیس جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و توی پزشکی قانونی که تایید میشه که بله چیزی با شدت ضربه وارد کرده به سر خب پلیس الان با یک پرونده قتل روبرو بوده دیگه میره به محل جنایت و میبینه که ایدل غافل همسایه ها زحمت کشیدن و کامل صحنه جنایت رو شستن با اینکه وسط روز بوده هیچ کسی هیچ کس دیگری رو ندیده بوده هیچ چیز مشکوکی رو ندیده بودن هیچ آدم غریبه ای رو ندیده بودن که توی محل رد بشه و مشکوک باشه در نتیجه پلیس الان یک جسد داشته یک پرونده قتل و نه مزنونی داشته نه مدرکی و نه صحنه جور. دو ماه بعد قاتل یک بار دیگه حمله میکنه در 9 می 1989 وینفرد اشتون بیوه سر جان ویلیام اشتون که یک هنرمند امپرسیونیست انگلیسی استرالیایی بوده بسیار مشهور بوده مورد حمله قرار میگیره این خانم میرفته به یک کلابی میرفته اونجا ناهار میخورد البته خیلی کلابی نبوده که جوون ها میرن جایی بوده که آدم های همسن و سال خودش میشستن بینگو بازی میکردن با هم دیگه حرف زدن. میره اونجا و بعد داشته برمیگشته وقتی که داشته برمیگشته نزدیک یک فرورفتگی که محل نگهداری زباله بوده مورد حمله قرار میگیره یک نفر از پشت بهش حمله میکنه بعد که روی زمین میفته اون رو میکشه توی اون جایی که محل نگهداری زباله بوده به شدت بهش آسیب میزنه و بعد جوراب شلواریش رو در میاره و اون رو با همون جوراب شلواری خودش خفه میکنه یک نکته ای رو در مورد قربانی قبلی گوئن بهتون بگم در مورد گوئن اون ضربه بهش وارد شده بوده جوراب شلواری و لباس زیرش دزدیده شده بوده اما هیچ تجاوزی بهش اتفاق نیفتاده بوده در مورد این لیدی اشتون هم همین اتفاق افتاده بوده لباس زیر و جوراب شلواریش رو در میارن با جوراب شلواریش خفش میکنن اما هیچ تجاوزی بهش اتفاق نمیافته کسی که بهش حمله کرده بوده اساش رو خیلی مرتب میذاره پایین پای لیدی اشتون کیف پولش رو میدزده چیزی که برای پلیس خیلی عجیب بوده وقتی این صحنه جرم پیدا میشه اینه که انگشتر الماس گران قیمت لیدی اشتون هنوز دستش بوده در حالی که کیف پولش با کمتر از 100 دلار پول گم شده بوده پلیس با پیدا شدن جسد لیدی اشتون با یک دردسر بزرگ روبرو بوده. چی؟ خانم لیدی اشتون خیلی زن مشهوری بوده. بسیار خوشنام بوده همسرش خیلی مشهور بوده و همین موضوع تشابه این قتل با قتل گوئن ماجرا رو میکشونه به رسانه ها رسانه ها فشار می به پلیس که آقا دو تا خانم موسن کشته شدن و تو باید این پرونده را حل بکنی در نهایت پلیس شروع میکنه به جستجوی گسترده و دو هزار خونه رو در فاصله 400 کیلومتری اطراف محل قتل جستجو میکنه این شکلی نبوده که برن توی خونه ها خونهها خونه ها رو به امید پیدا کردن یک نشونی میگردن اما پلیس یک دردسر دیگه هم داشته زمانی که جسد لیدی اشتون توی اون منطقه نگهداری زباله پیدا میشه با وجود آسیب های شدیدی که بهش خورده بوده و جوراب شلواریش هم دور گردنش بوده و اصلا علت مرگش خفگی بوده باز هم همسایه ها زحمت میکشن و محل جنایت رو میشورن یعنی فکر میکنن که خب این خورده زمین مسن بوده و ما اینجا رو تمیز بکنیم پلیس هیچ مدرکی هم نداشته کمی بعد کیف لیدی اشتون که دزدیده شده بوده پیدا میشه یکی از دوستاش که دسترسی داشته به صندوق پستیش میره صندوق پستیش رو باز میکنه و میبینه که کیفش رو انداختن توی صندوق پست وقتی که پلیس این کیف رو بررسی میکنه و اعلام میکنه که حالا این کیف رو مثلا پیدا کردیم کار کی بوده یه نفری میاد میگه که آقا من این کیفه رو اینجاها پیدا کردم یک آدرسی میده میگه من اینو اینجا پیدا کردم و به خاطر اینکه دیدم متعلق به این خانومه و مثلا میشناختم و بردم انداختم توی صندوق پستیش اون آدم رو بررسی میکنن و اون آدم هیچ نشونه مبنی بر اینکه قاتل باشه نداشته اون منطقه رو هم بررسی میکنن اما باز هم هیچ مدرکی برای اینکه قاتل کیه پیدا نمیکنن با یک روانشناسی صحبت میکنن با یک روانشناسی به اسم راد میلتون و ازش میخوان که یک پروفایلی برای قاتل تنظیم بکنه این آدم میگه که قاتل جوونه با توجه به اینکه اون نزدیکی ها چند تا مدرسه بوده و تا حالا هیچکس قاتل رو ندیده بوده میگه احتمالا جوونه و توی این آدم ها گم میشه از نظر ظاهری سن و سالش کم نشون میده دومی که احتمالا سابقه خدمت در ارتش رو داره و سومی که احتمالا به قصد دزدی داره میره سراغ این آدم های آسیب پذیر پنج ماه بعد همچنان توی سال 1989 هستیم 18 اکتبر یک خانم 86 ساله به اسم دوریس کاکس داشته توی خیابون راه میرفته نزدیک واحد آپارتمانیش میشه اون هم تنها بوده همسرش رو از دست داده بوده از پله های جلوی آپارتمانش که میره بالا یک دستی از پشت بهش حمله میکنه و سرش رو میکوبه به دیوار آجری کنار ورودی خونش کنار درون دیوار آجری که اونجا بوده میفته روی زمین و محله به نسبت شلوغ بوده مردم میرسن و میبینن که خب این خانم 86 ساله افتاده زمین و به نظر میاد که سرش آسیب دیده احتمالا روی پله ها لیز خورده میبرنش بیمارستان و تا اینجا همچنان به نظر میاد که پرونده یک اتفاق زمین خوردن برای پزشکا باید مثلا سرش رو پانسمان بکنن اما کسی که اونجا مسئول این خانم بوده یعنی مسئول پانسمان زخمش بوده به نظرش میاد که شدت ضربه بیشتر از اینه که خودش خورده باشه زمین بله فاصله تماس میگیره با مسئول پرونده کسی که دوتا قتل قبلی رو پیگیری میکرده یک افسری بوده به اسم دنیس اتول تماس میگیره با این دنیس و بهش میگه که چه اتفاقی افتاده میگه که میتونید بیاید و این رو بررسی بکنید این خانم هنوز زنده است خب دنیس که کارگاه پرونده بوده خیلی براش اتفاق خوبی بوده خیلی خوشحال بوده از این قضیه بالاخره بعد از اینکه دو تا صحنه جرم ش... رو شسته بودن این کسی رو پیدا کرده بوده که زنده بوده و بگه حمله کار کیه میرن سراغش و متاسفانه دوریس کاکس هیچی به خاطر نمی آورده حتی به خاطر نمی آورده که چرا توی بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده میگه که خیلی خوب به نظر میاد که این پرونده ربط داره به دو پرونده قبلی میرن دم در خونه دوریس رو بررسی بکنن و میبینن که ای بابا همسایه ها باز هم پله ها رو شستن من نمیدونم چقدر مردم اون منطقه اصرار داشتن به شست و شوی جایی که یک نفری توش آسیب دیده بابا ول کنید دیگه حالا شاید واقعا که اتفاق بدی افتاده شما میدونید که زنهای مسن توی محلتون دارن کشته میشن برای چی میرید میشورید هر چیزی رو که پیدا میکنید پلیس از پرونده های قبلی یعنی گوین و وینفرد یک تصویری داشته یک تصویری که مردم دیده بودن از یک آدم غریبه که توی محل بوده یک مرد معتادی که توی منطقه دیده شده بوده خیلی چهره تکیده داشته خیلی دندونای خرابی داشته و به نظرشون می اومده که این میتونه قاتل باشه در مورد اتفاقی که برای دوریس هم افتاده مردم و میان و میگن که ما یک جوون 18 19 ساله ای رو دیدیم که مال این منطقه نبوده و با اسکیت بورد های از اینجا رد می شده و احتمالاً کارونه میام یکم جلوتر دو نوامبر دو نوامبر 1900 89 یک اتفاقی میفته یک خانم 78 ساله ای به اسم دروتی بینکی خرید کرده بوده داشته با خریداش میومده سمت خونه یک آقای میاد پیشش میگه که احتیاج هست من بهت کمک بکنم میگه که آره وسایل این رو میگیره و میره جلوتر و بعد که میرسه دم در خونه دروتی دروتی بهش میگه که میخوای بیای بالای چای بخوری استراحتی بکنی این آقا میگه که نه من احتیاجی به استراحت ندارم ممنونم و نمیره چند دقیقه بعد پایین همون خیابون همون مردی که از دروتی جدا شده بوده میاد پشت سر یک خانومی به اسم مارگارت پاند از پشت سر بهش ضربه میزنه. مارگارت 85 ساله روی زمین افتاده به شدت آسیب دیده جوراب شلواریش رو درآوردن با جوراب شلواریش خفش کردن اساش رو گذاشتن پایین پاش خیلی مرتب کفشاش رو گذاشتن پایین پاش خیلی مرتب مقدار پول نقدی که همراهش بوده دزدیده شده و بدنش اونجا رها شده و کسی ازش خبر نداره چند ساعت بعد یک دختر مدرسه ای داشته برمیگشت خونه و میبینه که یک کپل لباس انگار یه گوشه یه کپه لباس کهنه خیلی براش عجیب بوده میره نزدیکتر و به محض اینکه میره نزدیکتر متوجه میشه که این یک آدم یک آدمیه که خونالود انگار که آسیب دیده میاد بالا بلا فاصله به مادرش اطلاع میده مادرش زنگ میزنه به اورژانس میاد پایین سعی میکنه به مارگارت کمک بکنه اما مارگارت توی آمبولانس جونش رو از دست میده علت مرگش آسیب های شدیدی بوده که به سرش وارد شده بوده درسته که جوراب شلواریش دور گردنش بوده و با اون خفش کرده بودن اما علت مرگ آسیبهایی بوده که به سر مارگارت وارد شده وقتی که جسد مارگارت توی بیمارستان بررسی میشه و حالا پلیس رو در جریان میذارن پلیس میاد که بره صحنه جرم رو بررسی کنه و قطعا نیاز به گفتن نداره که همسایه ها اونجایی که جسد پیدا شده بوده رو شسته بودن و باز هم هیچ خبری از هیچ نشونی توی صحنه جرم وجود نداشته پلیس الان هیچ مدرکی نداره نمیدونه باید چی کار بکنه تعدادی مقتول داره رسانه ها لقب گرانی کیلر یا قاتل مادر بزرگ رو دادن به این آدم همچنان داره قتل میکنه و هیچ سر نخونشونه برای این پرونده وجود نداره 3 نوامبر یک بعد از ظهری یک خانومی به اسم اولیو کلیولند نشسته بوده روی یک نیمکتی توی پارک یک آقای میاد پیشش میشینه و شروع میکنه سر صحبت رو باز کردن اولیو خیلی معذب بوده از اینکه این آدم داره باش حرف میزنه از اون طرف خبر این قاتل مادر بزرگ ها هم پخش شده بوده و اصلا دلش نمیخواسته که با کسی که نمیشناسه حرف بزنه بلند میشه راه میفته بره سمت ساختمونی که توش زندگی میکرده و با یک جسم سخت از پشت بهش ضربه میخوره وقتی که اولیف روی زمین میفته قاتل اون رو میکشه به یک جایی که کمتر توی دید باشه جوراب شلواریش رو در میاره دور گردنش میپیچه و اونقدر میکشه تا الیو خفه میشه مردم پیداش میکنن و منتقلش میکنن به سردخونه تماس نمیگیرن با پلیس علت مرگ الیف رو مرگ طبیعی در نظر میگیرن و زمانی که توی سردخونه جسدش داره بررسی میشه متوجه میشن که اه این دور گردنش جوراب شلواری پیچیده بوده خفه شده اینقدر محکم جوراب شلواری رو دور گردن الیف پیچیده بوده که گلوش رو بریده بوده و بخشی از بافت پوستش رو پاره کرده بوده و رفته بوده توی بدنش بلا فاصله اون مسئول سردخونه تماس میگیره با پلیس و تا نیروهای پلیس و اون افسری که پرونده رو بررسی میکرده میرسن و جسد الیو رو بررسی میکنن و میرن که صحنه جنایت رو نگاه بکنن متوجه میشن که هموطنان خیلی علاقه من به نظافت باز هم صحنه جرم رو تمیز کردن و هیچ چیزی باقی نذاشتن برای اینکه پلیس بررسی بکنه این زمان خبر میرسه به یک شبکه‌ای که مسئولش یک آدمی بوده به اسم جان لاوز ما قبلا هم از این آقای جان لاوز صحبت کرده بودیم توی یک پرونده دیگه ای که امین اون رو کاور کرده بود توی اون پرونده دیدیم که این آدم دسترسی داشته به مدارک همواره میره مدارک رو پیدا میکنه و خبر رو بیشتر از قبل منتشر میکنه بیشتر پروموت کردن بیشتر انتشار دادن این خبر باعث میشه که یک گروه حرفه‌ای بیان و 20 ساعت در شبانه روز روی این پرونده کار بکنن و 200 هزار دلار هم جایزه تعیین بشه برای کسی که یا قاتل رو پیدا بکنه یا اطلاعاتی در اختیار پلیس بذاره که منجر به پیدا شدن قاتل بشه خیلی خبر بیشتر از قبل منتشر میشه مردم میترسن انقدر مردم ترسیده بودن که حتی حاضر نبودن به نیروهای پلیس کمک بکنن یعنی وقتی پلیس میومده باشون مصاحبه بکنه میگفتن که ما از کجا بدونیم که شما پلیسید فقط لباس پلیس نپوشیدید خیلی کار برای پلیس سخت بوده اما گروهی که روی پرونده کار میکردن خیلی حرفه ای بودن یک روانشناسی که قبلا قاتل رو بررسی کرده بوده و پروفایل قاتل رو داده بوده میاد اطلاعات تکمیلی منتشر میکنه میگه که درسته که حتی در مورد الیو هم ما میبینیم که مثلا یه مقداری پول از کیف پولش دزدیده شده اما در مورد اون هم میبینیم که وسایلش خیلی مرتب پایین پاش قرار گرفته و لباس زیر و جوراب شلواریش رو در آوردن من حرفم رو تغییر میدم قصد قاتل دزدی نیست قصدش تحقیر جنسی افراد مسنه کسی که باهاش طرفید یک خصومت شخصی با زنانی داره که سنشون بالاست با زنان مسن داره و تمام این کارها رو برای اون تحقیر جنسی انجام میده و اصلا قصد دزدی نداره هدفش دزدی نیست این اطلاعات هم باز از طریق رسانه ها تا حدی منتشر میشه اما خیلی کامل نه یعنی این شکلی منتشر میشه که آقا ما با کسی طرفیم که یک قاتل زنجیره‌ایه و قصدش دزدی نیست 23 نوامبر قاتل مادر بزرگ ها یک بار دیگه ضربه میزنه اما اینجا من یه کوچولو باید از قبل مقتول بگم موریل فالکونر یک خانم 93 ساله‌ای بوده که تنها زندگی می‌کرده. زن مستقلی بوده، چهل سال بوده توی این خونه زندگی می‌کرده و خیلی هم خودش از پس کارهای خودش برمیومده. همسایه‌اش مگی یوز بهش میگه که ببین حواست رو جمع بکن، لطفا در خونت رو قفل بکن. توی این منطقه ما یه کسی هست که میاد سراغ زنهای موسن و واکنش موریل این بوده که نه کسی بیاد توی خونه من میخواد پول بدزده دیگه من بهش پول میدم بره یعنی توی ذهنش هم نمیگنجیده که کسی بیاد و صرفاً قصدش قتل باشه میره خرید خریداشو میکنه برمیگرده میاد خونه و به محض اینکه وارد خونه میشه یک نفری از پشت سر باهاش میاد توی خونه و با یک جسم سنگینی به سرش ضربه میزنه میفته روی زمین جوراب شلواریش رو در میاره با همون خفش میکنه و بعد هم خونه رو ترک میکنه همسایهشون مگی بود که بهش اختار داده بود روز بعد منتظر موریل بوده که نهار با هم رفتم بیرون که بیاد با هم دیگه نهار برم بیرون وقتی که نمیاد نگران میشه یه کلید یدکی از خونه این داشته میره دم در خونه در رو با میکنه و وقتی که وارد میشه متوجه میشه که وسایلی که خریده بوده موریل روی زمین ریخته یه بستنی که مثلا آب شده ریخته روی زمین میره جلوتر و میبینه که هم روی زمین خون ریخته هم موریل روی زمین افتاده مگی از قضا پرستار بوده و متوجه میشه که همزمان طولانی از مرگ موریل گذشته همین که اتفاقی که داره میبینه یک مرگ طبیعی نیست بدون اینکه به چیزی دست بزنه میاد عقب میاد بیرون تماس میگیره با پلیس و اورژانس میان جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و بالاخره پلیس یک صحنه جنایتی داشته که دست نخورده بوده بالاخره کسی صحنه جنایت رو نشسته بوده شروع میکنن بررسی کردن و برای پلیس تا اینجای این پرونده سوال بوده که آقا این کسی که حمله میکنه با چی ضربه میزنه به سر این زنها که ما نمیتونیم بفهمیم از پاشش خون نمیتونستن تشخیص بدن که چه وسیله که داره ضربه میزنه به سر این زنها اما چیز مهمی که پلیس توی این صحنه پیدا میکنه یک رد پایه. قاتل وقتی وارد خونه شده بوده علاوه بر که حالا ضربه زده بوده یک مقداری توی خونه راه رفته بوده و رد پایی کاملش توی خونه مونده بوده چیزی که مهمتر از خود رد پا بوده نوع کفشی بوده که جاش توی خونه مونده بوده کفشی که این آدم پوشیده بوده یک کفه طبی داشته یک مدلی از کفش بوده که خیلی باب طبع جوونها نبوده الان پلیس حدس میزده قاتلی که باهاش روبروه جوون نیست احتمالا یک مرد میانسال اما این خبر رو منتشر نمی کنن. میرن شروع میکنن یه محله ساخت و سازی اون اطراف بوده یه تعدادی از اون آدم هایی که اونجا کار میکردن رو میبرن اداره پلیس با اونا صحبت میکنن و همچنان وانمود میکردن که دارن دنبال یک فرد جوان میکردن برای اینکه این اطلاعات خیلی مهم بوده و میتونسته منجر به فرار قاتل بشه در نهایت بعد از تحقیقاتشون میرن سراغ مگی همون زن همسایه و بهش میگن که تو چیزی دیدی مگی میگه که من خب انتظار داشتم شما یکی دو روز قبل بیاید سراغ من تا با هم صحبت بکنیم بله اون فرد غریبه ای که مال این منطقه نبود و احتمالاً قاتل موریله رو من دیدمش میگن که کیه میگه یک مرد میان سالی بود با موهای خاکستری موهای که دیگه جوگندمی شده بود یک کت نقره ای پوشیده بود چهار شونه بود بدن پهنی داشت شکم پهنی داشت و من این رو اون روز بعد از ظهری که موریل به قتل رسید توی محله نزدیک خونه موریل دیدم و اصلا هم تا حالا توی محله ندیده بودمش الان پلیس یک تصویری داره از یک آدم میان سال میان چیکار میکنن میان پرونده های قدیمی رو شخ میزنن شروع میکنن بررسی پرونده های قدیمی که توی این پرونده های قدیمی مزنون یک مرد میان ساله یا متهم یک مرد میان ساله الان حدود سنی رو داشتن دیگه و یک تصویری هم این زن کشیده بوده مگی یوز کمک کرده بوده یک تصویری هم کشیده شده بوده شروع میکنن بررسی کردن و از قضا میرسن به یک مدت قبلی که یک اتفاقی افتاده بوده یک خانومی به اسم مارگارت تاد هانتر 84 ساله بوده داشته توی خیابون میرفته که یک آقایی از ماشینش پیاده شده بوده و به این حمله کرده بوده زده بوده تو صورتش کیف پولش رو برداشته بوده و رفته بوده خب این خیلی گزینه خوبی بوده دیگه منتها این مارگارت کمی دورتر بوده پلیس میره اونجا تا با مارگارت صحبت بکنه تا بخیه خورده بوده صورت مارگاریت. میرن باید صحبت میکنن و ازش میخوان که یک تصویری بکشه از کسی که بهش حمله کرده بوده. تصویری که مارگاریت میکشه بسیار شبیه به تصویری که مگی ت... ت... گفته برای پلیس و پلیس اون رو ترسیم کرده پس الان مطمئنن که همون آدمی که به ما مارگارت حمله کرده همونیه که مگی اتفاق مارگارت مال پیش از شروع قتل هاست یک مدت زمانی گذشته و رفتن سراغ مارگارت اطلاعاتی که مارگارت داده شاید خیلی دقیق نباشه تحقیقاتشون رو ادامه میدن همچنان قبل از شروع قتل هاست تحقیقاتشون زمانش مربوط میشه به قبل شروع قتل ها اینجا به نظر میاد که قاتل داشته آماده میشده میرسن به یک خانومی به اسم یوفمیا کانی 82 ساله بوده اون هم داشته توی خیابون میرفته یک مردی بهش حمله میکنه میکوبه توی صورتش میزنتش زمین و بعد پولش رو میدوزده و میره سراغ اون هم میرن ازش میخوان که تصویرسازی بکنه اون همین کار رو انجام میده و باز هم تصویر بسیار شبیه به چیزی که اینها دارن پس الان اینا میدونن که باید دنبال کی بگردن تو همون سال 1989 یک حمله دیگه هم اتفاق افتاده بوده منتها جنسش یکم فرق داشت 24 جوان 1989 یک خانوم موسندی به اسم کارولاین بستری بوده توی یک مرکزی که ببینید نمیتونم بگم خانه سالمندانه یا بیمارستانه یک جای خصوصیه که کارش پرستاری و نگهداری از افراد مسن و تمام امکانات یک بیمارستان رو هم داره این بستری بوده توی بیمارستان و میگه که یک آقایی به اسم دکتر اومد و شروع کرد لمس کردن باسن من این آدم اومده از اتاق کرولاین بیرون و توی اتاق بغلی هم سینه های زن مسن دیگری که اونجا بستری بوده رو هم لمس کرده و به هر دوی اینها گفته که من دکترم این دوتا زن بعدن به مسئولین اون مرکز گفته بودن و مشخص شده بوده که همچین دکتری اونجا وجود نداره کریسمس 1989 میاد مقدار جایزه از 200 هزار دلار به 250 هزار دلار افزایش پیدا کرده 11 ژانویه 1990 یک بیمار مسنی به اسم دیزی رابرتس توی یک مرکز دیگری بستری بوده که یک آقای به اصطلاح دکتری میاد بالای سرش شروع میکنه به بررسی کردن بدنش و لمس کردن سیناش و بهش میگه که آره ضربان قلبت رفته بالا دمای بدنت رفته بالا این خانم دیزی میفهمه که یه چیزی تو این آدم درست نیست شروع میکنه زدن اون دکمه درخواست پرستار رو پرستار همراه با خواهرش میاد اما قبل از اینکه اینها برسن این آدم فرار میکنه تنها شانسی که میاره اون خواهر این خانوم خواهر دیزی شماره پلاک کسی که فرار کرده رو مینویسه تماس میگیرن با پلیس شماره این شماره پلاک رو در اختیار پلیس قرار میدن ولی اون پلیس یک مزنونی داشته که بره سراغش اینو در نظر داشته باشید که هنوز این پرونده ربط پیدا نکرده به پرونده قاتل مادر بزرگ ها میرن سراغش و متوجه میشن که این شماره پلاک متعلق به یک آقای پیراشکی فروشیه به اسم جان وین گلاور حدوداً پنجاه سال است و میرن دم در خونش میگن که تو فلان روز توی فلان مرکز بودی میگه که نه من بدون وکیلم صحبت نمی کنم ولی اگه بخواید فردا میام اداره پلیس با وکیلم تا با هم صحبت بکنیم خب پلیس هم قبول میکنه دیگه میرن فرداش قرار بوده ساعت پنج بیاد هیچ خبری ازش نمیشه ساعت 6 میرن دم در خونش و زنش گی در رو باز میکنه زنش میگه که آره شما به شوهر من تهمتهایی بیجا زدید الان, ش... الان شوهرم خودکشی کرده و توی بیمارستان بستریه شما باید پاسخگو باشید برای بلایی که سر شوهر من آوردید اینا میرن توی بیمارستان و میبینن که بله این خودکشی کرده اونجا بستریه و یک یادداشتی هم به عنوان یادداشت خودکشی همراهش بوده که از قضا یادداشت خودکشی رو یکی از پرستارا پیدا کرده بوده این یادداشت سه تا جمله داشته جمله اولش این بوده که دیگه مادر بزرگ بسه. گی تلاش نکن که بفهمی گی اسم همسرش بوده و اسی شروعش کرد اسی اسم مادر زنش بوده خب ببینید همه نشونه ها درست در میاد دیگه داشته مادر بزرگ ها رو میکشته یادتون اون روانشناس گفته بود که این یک خصومتی با زنان مسن داره و قصدش تحقیر اون هاست و همه اینها توی این یادداشت درست در میاد کسی که مسئول این پرونده بوده پلیسی که داشته این پرونده رو بررسی میکرده یه لحظه دوزارش میفته که ا نکنه که این یک ربطی داشته باشه به اون قتل هایی که داره توی یک شهر دیگه اتفاق میفته میاد این یادداشت رو همراه با اطلاعاتی که داشته اتفاقاتی که افتاده بوده میفرسته برای مسئول پرونده یادتون اون کاراگاهی که روی پرونده کار میکرد میفرسته اونجا به محض اینکه اون کاراگاه اینو میبینه اسم این آدم رو سرچ میکنه میبینه که هم سابقه داره هم توی سوابق پزشکیش ناتوانی جنسی هم ذکر شده به نظر میاد که پروفایلش برای اینکه این آدم قاتل باشه درسته از افسرهایی که توی همون بیمارستان بودن میخواد که یک عکس از این آدم بگیرن و بفرستن میرن پیشش میگن که تو الان حاضری با پلیس صحبت بکنی میگه نه من الان حالم خوب نیست میگن خیلی خب ما میتونیم یک عکس ازت بگیریم قبول میکنه اون افسر این عکس رو هم میفرسته برای کاراگاه های پرونده گرانی کیلر یا قاتل مادر بزرگها و خب اون وقتی که این رو میذاره کنار تصاویری که تا الان مردم کشیده بودن از این آدم و میبینه که بله کاملا شبیه به همه و به نظر میاد که قاتلشون رو پیدا کردن به محض اینکه این رو میاد اینا میرن برای اینکه این آدم رو تعقیب بکنن هنو مدرکی ندارن ها. فقط باید تعقیبش بکنن تا یک چیزی ازش پیدا بکنن و گیرش بندازن اما قبل از اینکه من به تعقیب و گریز پلیس برسم یک کوچولو راجع به خود این جان وین گلاور توضیح بدم جان وین گلاور منو یاد جان وین گیسی هم میندازه جان وین گلاور متولد 26 نوامبر 1932 بوده توی انگلستان به دنیا آمده بوده و همونجا بزرگ شده بوده و از کودکی با خانوم ها مشکل داشته چرا؟ چون مادرش توی تمام دوران کودکی این جان چندین بار ازدواج کرده بوده هی دوست پسرای مختلف داشته هی مردای متفاوت رو میدیده و این خیلی با مادرش فریدا همیشه مشکل داشته از همون 15 سالگی هم شروع میکنه به درد سر درست کردن هی چیزای کوچیک میدزدیده از مدرسه میاد بیرون میپیونده به ارتش خیلی زود مشخص میشه که سابقه داره از ارتش مرخصش میکنن میگن به فرماخونه سال 1957 میره به استرالیا و میره ملبورن از 1957 تا 1965 دو بار به جرم تعرض و آسیب فیزیکی دستگیرش میکنن سال 1968 هم با یک زنی آشنا میشه به اسم گی رولز این رو بگم که پنج بار هم توی همین بازه زمانی به جرم دزدیای کوچیک گرفته بودنش با گی آشنا میشه 1968 با همدیگه ازدواج میکنن و میرن سیدینه و تو خونه اسی مادر گی زندگی میکنن از همون ابتدا اسی با جان خیلی مشکل داشته بهش میگفته که تو لایق دخترم نیستی تو لقمه گنده تر از دهنت برداشتی اومدی تو خونه منم داری زندگی میکنی و تمام این سالها یک تحقیر مداومی داشته برای جان جان 1976 مادر خودش رو هم از انگلستان میبره به استرالیا مادرش سال 1989 قبل از شروع قتل ها بر اثر سرطان سینه فوت میکنه کمی بعد هم مادر زنش فوت میکنه هر دوی فوت ها قبل از شروع قتل ها اتفاق افتاده و خلاصه الان پلیس کسی رو داشته که با زن های مسن مشکل داشته قبلا توی ارتش بوده ناتوانی جنسی داشته پس توجیه میکرده که چرا هیچ تجاوزی اتفاق نیفتاده و میذارنش تحت نظارت 24 ساعته ولی این آدم خیلی زود میفهمه که تحت نظارت پلیسه شروع میکنه hey, هی یک مسیری رو چند بار رفتن اومدن انقدر این کارا رو میکنه که پلیس میفهمه نمیتونیم فیزیکی تعقیبش بکنیم میاد روی ماشینش ردیاب میذاره برای اینکه از این طریق بتونن پیگیرش بکنن از اون طرف هم مامورای پلیس عکس این آدم رو بر می و راه میفتن میرن توی خونه های سالمندان مراکزی که نگه می داشتن سالمندان بیمار رو و یکی که اینا سوال میپرسیدن که خب شما اینو میشناسید مثلا شما این آدم رو دیدید این آدم اطراف اینجا میگشته تو یکی از این بررسی هایی که داشتن میکردن یک خانومی که مسئول پذیرش اون مرکز بوده میگه آره این که جان وین گلاور آره من میشناسمش پلیس یه لحظه با خودش میگه ای ول یه اتهام دیگه پیدا کردم اما اون خانم میگه که ایشون همسر منه پلیس اینجا میفهمه که خب اگه زنش گی رو دیدیم و عکس و نشونش دادیم قطعا این میره میذاره کف دست شوهرش و ما هرچه زودتر باید یک چیزی از این پیدا بکنیم سه روز بعد از این ماجرا توی 19 مارچ 1990 جان یک بطری اسکاچ میخره راه میفته سر کارش هم نمیره میره خونه یک خانومی به اسم جوان سینکلر شست ساله بوده طبق چیزی که پلیس فهمیده بوده این دو نفر همدیگر رو هم میشناختن به خاطر اینکه این نوشیدنی رو که بر میداره میره در میزنه جوان خیلی مثلا با روی خوش در رو باز میکنه و راهش میده و میره تو یه مدتی اونجا بوده نمیاد بیرون دو تا بچه میرن در میزنن کسی در رو باز نمیکنه پلیس خیلی مشکوک شده بوده و نگران هم بوده از این بابتی که آقا این آدم این توه ما باید بکشیمش بیرون ممکن اتفاقی بیفته اما نمیخواستم یهو حمله بکنه که اگر تا الان برای جوان اتفاقی نیفتاده منجر به یک اتفاق بشن. این خانم جوان دو تا سگ داشته که این سگا شروع کرده بودن سر و صدا کردن به بهانه اینها پلیس میره در میزنه در میزنه که مثلا آره همسایه ها گفتن سگات سر و صدا میکنن اما کسی در رو باز نمیکنه پلیس میاد از در پشتی میره همین که وارد میشه متوجه میشه که یک چکش روی زمین افتاده چکش خونالوده و جوان هم روی زمین افتاده بلافاصله با نیروهای پشتیبانی تماس میگیرن با افسر این پرونده تماس میگیرن اونها میان وارد خونه میشن و چیزی که میبینن اینه که جوان روی زمین افتاده با چکشی که دورش پارچه پیچیده شده به سرش ضربه زدن ضربه های شدید وارد کردن به نظر میان که خفش کردن و خب پس الان خود جان کجاست شروع میکنن گشتن خونه جان رو توی همون پیدا میکنن توی وان همون بوده در حالی که قصد داشته خودش رو از بین ببره قرص خورده بوده شیشه اسکاچ رو شکسته بوده و دستش رو بریده بوده به این امید که بمیره اما که اتفاقی افتاده بوده این چون الکل خورده بوده و قرص ها رو روش خورده بوده بالا آورده بوده و همین هم نجاتش داده بوده توی وام بوده یه عالمه بالا آورده بوده و هنوز زنده بوده منتقلش میکنم به بیمارستان و البته که خب تحت بازداشت هم هست توی بیمارستان وقتی که بهوش میاد پلیس بهش میگه که وکیل میخوای میگه که نه میخوام صحبت بکنم و شروع میکنه صحبت کردن به هفت مورد حمله و شش مورد قتلی که تا الان براتون گفتیم شکل های مختلفش اعتراف میکنه یکی یکی جزیات رو میگه میگه که از این زنها متنفر بوده وقتی ازش میپرسن که خب با پولها چی کار میکردی میگه من فقط پولها رو برمیداشتم که از خرج کردن پول یک زن مرده لذت ببرم میرفتم برای دوستام نوشیدنی میخریدم پول رو میبردم مثلا زنهای مسن دیگر رو توی بارها مهمون میکردم یه جور انتقام روانی برای من بوده پلیس همه این اعترافات رو که ازش میگیره تازه زنگ میزنن به همسرش و همسرش این حالتی که وای نه شوهرم رو به دام انداختن وکیل میگیره میره اونجا میره تا با وکیل جلوی هر نوع صحبتی از سمت همسرش رو بگیره اما خب دیر شده بوده وقتی که میرسن خود جان میگه که من عذاب وجدان داشتم به خاطر همین هم اعتراف کردم و همه چیز رو گفتم دیگه وکیل فایده ای هم برای جان نداشته قبل از اینکه شروع دادگاه ها و صحبت های دادستانی رو بگم خیلی برای من نکته دردناک این پرونده اینه که زمانی که اینها پشت در خونه جوان بودن اونون تو داشته به قتل می رسیده و شاید اگه پلیس زودتر اقدام می کرد، جوان زنده بود جوان یک سالی می شده که با جان در ارتباط بوده و با هم دیگه حالا مثلا دوست دختر دوست پسر بودن این به بهونه اینکه بیا با هم غذا بخوریم وارد خونش شده بوده و بعد همون رو به قتل رسونده بوده دلیل اینکه نفهمیده بودن سلاح تا الان چیه همون پارچه ای بوده که دور چکش پیچیده شده بوده 28 مارچ 1990 جان وین گلاور 57 ساله به قتل هاش اعتراف میکنه و پلیس الان داره دنبال مدرک میگرده وقتی که خبر در رسانه ها پخش میشه مردم باورشون نمیشده که یک مرد 57 ساله ای که خیلی وجهه خوبی داره خیلی آدم معمولی به نظر میاد بدون هیچ بیماری روانی این همه قتل انجام داده اما دادستانی برای اینکه جلوی هر نوع رفتاری رو از طرف وکلای اون بگیره پیش از شروع دادگاه ها دو تا روانشناس میفرسته که این رو بررسی بکنن این دو تا روانشناس میگن با وجود اینکه این آدم ناتوانی جنسی طولانی مدت داشته و به واسطه همین ناتوانی مشکلات رفتاری پیدا کرده بوده مشکلات ارتباطی داشته اما کاملا میفهمیده که داره چی کار میکنه و هرگز قتل نبوده که مرتکب بشه و در خلصه و ناآگاهی باشه 18 نوامبر 1991 دادگاهاش برگزار میشه توی دادگاه ها گفته میشه که کاملا آگاه بوده و برای اینکه ثابت بکنن آگاه بوده میان یه سری مدرک رو میکنن اول از همه که کفشش همون کفشی که رد پاش مونده بوده توی خونه موریل رو توی خونش پیدا میکنن کفش ها تا یه حدی مخصوصا اگر زیاد استفاده شده باشن مثل اثر انگشت میشن نوع سایدگی کف کفش ها توی ردشون باقی میمونه و اصلا یک سری آدم هستن که کارشون بررسی رد پا هست به خاطر همین هم در دادگاه ثابت میشه که این کفش دقیقا همون کفشی بوده که جاش توی خونه باقی مونده بوده توی دادگاه مطرح میشه که آقا این چکشش رو یک بار با اسید میشسته یه بار با آب میشسته و بعد چکش رو میذاشته توی ماشینش که اگر توی مسیر یک وقتی مقتولی دید آدمی دید که به نظرش مناسب قتله بره سراغش از این هم دادستان برای این استفاده میکنه که بگه این آدم کاملا آگاهی داشته به کاری که میکرده در دادگاه ذکر میشه که این با دستکش باغبونی میرفته آدم میکشته و بلا فاصله تمام این دستکش ها رو بعد از هر قتل میسوزونده هرگز با یک دستکش دوبار قتل انجام نمیداده در دادگاهی مطرح میشه که چندین بار یادتونه گفتم سراغ یک دوتا خانوم میره و به اونها حمله نمیکنه چندین بار میره سراغ زنهای مختلف و چون احساس خطر می کرده و فکر میکرده که ممکنه گیر بیفته اونها رو به قتل نمیرسونه و این هم ثابت میکنه که کاملا نسبت به کاری که میکرده آگاه بوده. در نهایت قاضی و هیئت منصفه همه متفق قول معتقد بودن که این آدم در شش فقر قتل گناهکاره زمانی که حکمش خونده میشه قاضی اعلام میکنه که تو یک فرد بیرحمی که در کمال آگاهی میرفتی سراغ آدمهای های آسیب پذیر و سال خورده ی جامعه تو حتی میدونستی با پولی که از اینها میدوزدی میخوای چیکار بکنی هرگز ناگاه نبودی همیشه میدونستی و ما تو رو محکوم میکنیم به حبس آباد بدون امکان آزادی مشروط وقتی که فرستاده میشه زندان افسری که روی این پرونده کار کرده معتقد بوده که هفت قتل دیگه هم در این منطقه وجود داره که بسیار شبیه به قتلهاییه که پیش از این ما گفتیم پس میشه اینها رو هم ربط داد به این آدم تا سالهای سال میرفته زندان این رو میدیده سعی میکرده رازیش بکنه که اعتراف بکنه سعی میکرده که از زیر زبونش حرفی بکشه که ثابت بکنه کار این بوده اما خیلی فایده ای نداشته سال 2005 که میره دیدنش ببینید 1991 دادگاهش برگزار شده 2005 هنوز این افسر میرفته تا شاید از این آدم حرف بکشه سال 2005 که میره جان یک نقاشی از درخت های کاج و توی یک منطقه کشیده بوده این رو نشون این افسر میده و میگه که اینو دیدی این درخت های کاج رو دیدی به خاطر اینکه این, این درخت های کاج توی یک منطقه بوده که یکی از اجسادی که ربطی به این آدم پیدا نمیکرده اونجا پیدا شده بوده خیلی شاخک های این افسر پلیس تیز میشه که ام، تو مثلا اینجا رو میشناسی اینجا رو دیدی سعی میکنه ازش حرف بکشه خیلی چیز خاصی نمیگه توی اون درخت های کاج یک عدد نه هم نقاشی شده بوده و وقتی که این افسر میره بیرون به این فکر میکرده که این یعنی چی؟ یعنی نه تا قربانی دیگه وجود داره اما خیلی نمیگذره که در 9 سپتامبر 2005 یعنی ماه نهم میلادی نهم از ماه نهم میلادی خبر میرسه به افسر این پرونده که بهتر پرونده رو ببندی به خاطر اینکه جان وین گلاور خودش رو در زندان حلقاویز کرده و به زندگیش پایان داده. به نوعی این تبدیل میشه به پایان تمام پرونده های بازی که الان دست این افسر بوده و چون توی اونها مدارک فیزیکی وجود نداشته احتمالا دیگه هرگز نتونه اونها رو ربط بده به جان و یک تعدادی هفت زن مسن دیگه هم هستن که توی اون منطقه کشته شدن و معلوم نیستش که آیا قاتلشون جان بوده یا یک نفر دیگه بوده که طی این سالها خودش رو مخفی کرده خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای این پرونده با من بودید اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید یادتون نره که لایکش بکنید و دمتون گرم و روزگارتون خوش